چند جمله خانم چاوز خودش اضافه میکنه و میگه که من هم برای رونالد ریگان کار کردم و میخوام بگم که خیلی افتخار میکنم که امروز در برلین حضور دارم، چون آخرین باری که اینجا بودم سال 1987 بود و برلین اون موقع خیلی شهر متفاوتی بود نسبت به امروز، تقسیم شده بر دو قسمت و با یک دیوار، دیواری که مردم آلمان رو از هم جدا کرده بود. در اون دوران منظور آلمان شرقی و آلمان غربی قبل از فرو ریختن دیوار برلین، و اون هم یک دیوار بین مردم قرار داده. رژیم ایران خودش این دیوار رو، دیوار بنیادگرایی رو شکل داده و به بردگی کشونده مردم ایران رو با این ایدئولوژی بنیادگراییش، به خصوص زنان ایران رو که حتی حقوق محدود خودشون رو ندارن، حدود محدودی که مردان هم حتی در ایران از اون برخوردار هستند با اون سرکوبی که جریان داره. اما زنان حتی انتخاب، حق انتخاب پوشش خودشون رو ندارن، حق انتخاب زندگی به اون شیوه که خودشون میخوان رو ندارن، نمیتونن اونطوری که میخوان تحصیل کنن، نمیتونن حتی تصمیم بگیرن چه اجناسی به اونها تعلق داره. وقتی هم زنان بیرون میرن از خونه خودشون و طوری وانمود بشه که اونها قوانین بنیادگرایان رو رعایت نمی کنن، با تحقیر، دستگیری و حتی حملات فیزیکی مواجه میشن. حالا که امروز در برلین هستیم، نبرد در شهر تکریک، این درگیری ها در عراق ادامه داره، ولی متاسفانه نیروهای اونجا هستن که نیروهای دموکراسی خواه نیستن، و من اشاره میکنم به نیروی قدس رژیم ایران. اشاره خانم چاوز به دخالت های نیروی قدس هست و ارسال شبه نظامیان، اعزام شبه نظامیان و ارسال سلاح به کشور عراق، مداخلاتی که رژیم آخوندی داشته و این روزها در اخبار خیلی مورد بحث هست، به خصوص جنایتی که شبه نظامیان در عراق انجام دادن. خانم چاوز میگن که این ایدئولوژی همه ما رو تهدید میکنه. اگر رژیم ایران بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، که از نظر من اونها نزدیک هستند، اگر بتونن در نهایت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، این فقط علیه زنان نخواهد بود اقداماتی که انجام میدن، بلکه تهدیدش برای همه ما خواهد بود. کیم کمپل نخست وزیر پیشین کانادا سخنران بعدی جلسه هست. اول از همه خودش رو معرفی میکنه. من همچنان تنها زنی هستم که نخست وزیر کانادا بودم. البته همچنان منتظرم و امیدوارم که روزی دومین نخست وزیر زن کانادا رو هم خودم بتونم با چشمان خودم ببینم. منتظر این روز هستم. این سومین باره که من میتونم با در مقابل شما سخنرانی کنم. از خانم رجوی تشکر میکنم که منو دعوت کردن، چون همیشه الهام میگیرم نه فقط از دینامیسمی که زنان اینجا به وجود میان، اما از حضور مردان و زنان در کنار هم که میفهمن برای تغییر دادن جامعه که ایران به اون نیاز داره چی هست. وقتی به روند دموکراتیک شدن اونها نگاه میکنید، یکی از چیزهایی که مشخص شده اینه که یکی از اصلی ترین عوامل حرکت به سمت دموکراسی نقش زنان بوده، و این که نمیشه اصلا دموکراسی کارآمدی داشته باشین در حالی که زنان موقعیت برابر نداشته باشن. یک نکته آخر رو هم من به شما بگم. یک تحقیقات دیگه‌ای هست، نتیجه یک تحقیقات دیگه‌ای هست که من اون رو ازش اطلاع دادم. وقتی که زنان و مردان برابر باشن، وقتی که همدیگر رو احترام بذارن به همدیگه، خیلی خیلی
جامعه خوشبختتر هست و شادی اونها هم خیلی بیشتر هست. بنابراین باید این فداکاری رو کرد و به زنان فرصت کامل داد و این برای ما مؤثر خواهد بود، دموکراسی رو به ارمغان خواهد آورد و سرانجام جوامع خیلی بهتری رو برای ما به ارمغان خواهد آورد. بنابراین زنان بخشی از آینده هستند، چون که هم زنان و هم مردان بخشی از جوامع هستند و این دنیا رو تشکیل میدن. بنابراین این عدالت باید بین زنان و مردان برقرار بشه در جوامع ما. در همین راستا هم باید تلاش کنیم. حالا خانم فرانسیس تانزن، مشاور پیشین کاخ سفید، سخنرانی خودش رو شروع خواهد کرد. از همگی شما به خیر، بسیار مفتخرم که امروز در کنار شما هستم. میخواستم دو نکته رو مورد توجه قرار بدم. یکی این که چرا ما نباید اجازه بدیم رژیم ایران آخوندها سلاح هسته‌ای به دست بیارن. خب شما صحبت های آقای جولیانی رو شنیدید. نکته ای که برای من عجیبه، در حالی که خودم مشاور رئیس جمهور آمریکا بودم بر سر موضوعات حساس و اینکه چطور حفاظت کنیم از آمریکایی ها، برای من عجیبه که وارد یک نوع مذاکره بشیم بر سر توانایی هسته‌ای به این مهمی بدون اینکه شما موضوعات خیلی خیلی مهم دیگر رو مرتبط با هسته‌ای وارد این مذاکرات نکنید. اینکه اصلا ما وارد چنین مذاکره‌ای بشیم، مجاز کردن رژیم ایران به داشتن انرژی هسته‌ای، در حالی که به خوبی می‌دونیم اصلا این موضوع مورد بحث نیست. رژیم ایران اصلی ترین دولت حکومت حامی تروریسم در جهانه. نمیخوایم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن و هیچ کس اینو نمیخواد. اصلا هیچ توانایی هسته‌ای نباید داشته باشن. برای رژیمی که اینطوری استفاده از تروریسم رو به عنوان ابزار سیاست خارجیش استفاده میکنه، برای من غیر قابل باور و تصوره که اصلا بشه وارد چنین مذاکراتی شد و ازشون نخواهیم که تروریسم رو کنار بذارن، نه فقط علیه مردم خودشون بلکه علیه همه مردم در سراسر جهان. روحانی به قدرت رسید و هیچ تغییری صورت نگرفت، فقط یک تغییر صورت گرفت: اعدام‌ها بیشتر شد، نقض حقوق زنان حتی از دوران احمدی نژاد هم بیشتر شد. ما امروز در کنار هم جمع شدیم در آستانه روز جهانی زن، روز بین المللی زن. دوران تاریکی هست برای زنان، خواهران ما در ایران، در افغانستان، در یمن با سخت‌ترین روزها مواجهن در ارتباط با آزادی زنان و امنیت زنان. بنابراین من به طور خاص میخوام به زنان اشرفی در لیبرتی بگم که تا وقتی که شما بتونین از حفاظت برخورد باشین و تا وقتی تا روزی که در کنار همدیگه قرار بگیریم در جوامع دموکراتیک، نبرد برای شما رو متوقف نخواهیم کرد. همیشه به یاد شما خواهیم بود، همیشه صدای شما خواهیم بود در جهان آزاد. اول از همه میخواستم ادای احترام کنم به زنانی که در لیبرتی هستند. هیچ جمله‌ای رو نمیتونیم امروز اینجا بگیم در آستانه روز جهانی زن بدون اینکه زنان لیبرتی رو در ذهنمون داشته باشیم. من می‌خواستم امروز اعتراض کنم بیش از این که بخوام چیزی رو گرامی بدارم. با قلبی ناراحت اینجا اومدم. نمیتونم فردا روز جهانی زن رو گرامی بدارم. می‌خوام اعتراض کنم، اول به این خاطر که در همه جهان تصاویری رو دیدم از بنیادگرایان اسلامی که تخریب کردند فرهنگ و آثار باستانی کشورها رو. من شنیدم که
یونسکو اعلام کرده که این یک جنایت جنگی است، ولی هیچ جا تصاویری رو که در یوتیوب دیدم نتونستم مشاهده کنم. زنانی رو دیدم که به بردگی کشیده میشن و اونها رو در کشور عراق به فروش میگذارن. و از اونها سوء استفاده هایی صورت میگیره توسط بنیادگرایان. این هیچ کس در کشورهای آزاد جهان نباید این رو بپذیره، ولی خب اعتراض زیادی صورت نمیگیره. من همچنین اعتراض میکنم چون در وضعیت نامناسبی خودم رو پیدا میکنم، چون که امسال اینقدر جشنهای زیادی صورت گرفت و گرامیداشت‌های زیادی برای یادآوری بدبختی ها و جنگ هایی که در گذشته بود، در دوران گذشته داشتیم. مثلا راهپیمایی سیاه بوستان آمریکا که در پی حقوق برابر خودشون بود. آقای اوباما هم خودش اونجا حضور داشت. اگر موضوعی باشه که بخوام امروز گرامی بدارم، اون رو بزرگ بدارم، اینه که شما اینجا کاری هست که شما اینجا انجام میدهید. این گرد همایی، این دیدار تحت رهبری خانم رجوی، is not for us. We know who we are. We know how many. این گرد همایی برای ما نیست. ما میدونیم کی هستیم. ما میدونیم چند نفر هستیم و میدونیم که چقدر وقف این موضوع کردیم خودمون رو. این برای آخوندهاست، چون که اونها دارن نگاه میکنند و ما امروز اینجا داریم ناظران ایران میشیم. The people in Camp Liberty haven't been killed. چون ما اینجا هستیم تا از ساکنان لیبرتی حفاظت بشه، و اگر نبودیم این حفاظت از اونها تا همین الان هم صورت نمی گرفت. بنابراین این اقدام ما تأثیر گذاره. اعلام کردن، محکوم کردن، انگشت نما کردن و تغییر رو صورت دادن. می خواهم در پایان صحبت هایم بگویم که ما به شما نیاز داریم. شمایی که امروز اینجا هستید، نه فقط برای ایران، نه فقط برای نجات جان خواهران و برادرانمون از جمله ساکنان لیبرتی، بلکه برای جهان به شما نیازمندیم. به من یادآوری شد که به من یادآوری شد که در قانون اساسی رژیم ایران ایده یک خلیفه به اصطلاح جهانی اونجا هستش. دونه قانون اساسی حتی یک ایده ای نیست که داعش به میان آورده باشه. اصلا این تولید دیوانه بار مربوط به آخوند هاست. بنابراین شما مهم هستید، نه فقط برای خود کشور خودتون، نه فقط برای مردم، نه برای ساکنان اشرفی، چون که برای کل جهان مهم هستین، چون که آخوندها خواهان همین به اصطلاح خلافت اسلامی هستند و ما علیه همین بنیادگرایی می جنگیم. ولی من خبرهای خوبی هم با خودم دارم. من خیلی فرد با ایمانی هستم، معتقد هستم، و میدونین که در مذهب ما گفته شده که وقتی که خدا میخواد دشمنانش رو شکست بده، اونها رو دیوانه میکنه. امروز همین اتفاق در ایران افتاده، اونها دیوانه شده اند. و حال نوبت رو به دادستان کل پرتغال میدیم. اولین دادستان کل زن در پرتغال، ماریا کاندید کالمیدا. عصر شما بخیر خانم رجوی. دوستان عزیز من، قبل از اینکه خودم رو معرفی کنم، میخواستم تشکر کنم از شما که من رو دعوت کردین که بخشی از روز جهانی زن در برلین باشم و بگویم خیلی افتخار میکنم که امروز اینجا حضور دارم. هر موقع که نبردی برای
حفاظت و دفاع از حقوق زنان در جریان باشه، من احساس میکنم که باید بخشی از این نبرد باشم. میخواهم بخشی از این نبرد باشم. هر موقع نبردی برای حقوق برابر هست و حقوق بشر، من احساس میکنم نیاز دارم بخشی از این نبرد باشم. میخواهم حضور داشته باشم و نیاز دارم که حضور داشته باشم، چون که فکر میکنم به عنوان یک قاضی و یک زن جنگیدن و نبرد کردن برای فرصتهای برابر و حقوق برابر پایه‌های اساسی کرامت انسانی، این مأموریت و وظیفه منه و به خاطر همین همینجا هستم. من دادستان کل هستم، اسمم ماریا کاندید کالمیدا هست. من اولین زنی بودم که که در دوران بعد از انقلاب در پرتغال به این سمت دست پیدا کردم. من فقط به خاطر اینکه زن بودم از حقوق دان شدن من شده بودم. من عضو اتحادیه قضات پرتغال، زنان قاضی پرتغال هم هستم. به خوبی درک میکنم که سلب کردن حقوق چه معنی داره، اون هم فقط به این دلیل که زن هستم. Also in the international documents and of international در اسناد بین المللی همچنین ذکر شده که in camp labor is very و این هم مورد جامعه توجه جامعه بین المللی قرار گرفته که ساکنان لیبرتی هم در محاصره قرار دارند و از حداقل های مورد نیازشون هم محروم میشن. به خصوص یک محاصره غیر انسانی پزشکی علیه ساکنان لیبرتی صورت گرفته در حالی که بسیاری رو میشد زودتر مداوا کرد. چندین نفر به خاطر همین محاصره جان خودشون رو از دست دادند. بنا به قانون بین الملل این یک جنایت علیه بشریت محسوب میشه، ولی خب همین اتفاق داره میفته. ساکنان لیبرتی باید بتونن دسترسی آزادانه داشته باشن به امکانات پزشکی، به امکانات زندگی، به سوخت، به آب و همه چی باید دسترسی آزادانه داشته باشن و این طبق قانون بین المللی به اونها اختصاص پیدا میکنه. خانم رجوی عزیز، دوستان گرامی، من هیچ کس نیستم، ولی میخواستم بگویم از شما و مبارزه شما برای آزادی حمایت میکنم و همین رو هم در پرتغال منعکس خواهم کرد. با تشکر از شما. I invite you to join into this song if you know it, because I think it is your song. We shall overcome. We shall overcome. We shall one day.
to you. Thank you. There is a place just to pass to tomorrow in honor of the Women's Day. It was today with you, madam. Nobody else, no other place to listen to you was not like usually, inspirative. But I do admire the way you're talking about the fight of the women, about democracy, about gender balance. از صحبت شما کاملا تحت تاثیر قرار گرفتم از دموکراسی. یک بار دیگه میخوام تاکید بکنم که تشکر میکنم به نام تمام اروپایی ها. این اولین نخستین سخنیه که میخواستم بگم و متشکرم خانم رجبی. نکته دومی که میخواستم بگم to the question you ask me. The second point was that I به سوالی که از من کردین میخوام برگردم. برای مبارزه با بنیادگرایی و برای اینکه بتونیم با اون مبارزه بکنیم در اساس من نیروی یک خانم خواننده رو کشف کردم، خانومی که الان خوندن برای ما، بعدشون من تشکر میکنم. Write down some answer to the questions, but before. You know, I received a letter, and certainly you received several letters from نامه دریافت کردم. حتی چند تا نامه بوده. شما هم حتما چنین نامه هایی دریافت کردین. از بخش پزشکی در رابطه با کمپ لیبرتی بوده. واقعیتش اینه که نمیشه از وضعیتی که اونها دارن تحمل میکنن صحبت کرد. ایران، رژیم ایران تلاش میکنه تا بنیانگرایی رو در تمام منطقه گسترش بده. دموکراتیک سیستم و اندیویدوال فریدم سپرد این در ریژن. So this is clear. We have no common value. Even if war is certainly, in my opinion, not the answer. کلیساها داره اقدام میکنه، جنگ راه انداخته. این نظر من هستش. دومین نکته که میخواستم بگم اینه که نقش ایران، نقش رژیم ایران در منطقه چی هستش؟ آیا به واقع یک نقش مثبت داره یا نقش تخریب کننده داره؟ واقعیت اینه که پاسخ اینه که ایران دارای یک نقش بسیار منفی هستش. نقش ایران در سوریه، در لبنان، ایران، رژیم ایران راه حل نیستش، بلکه این مشکل اصلی در منطقه هستش. This is very difficult to say that the new prime minister was exactly the same that the previous one, Nouri al-Maliki. به سختی میتوان گفت که نخست وزیر جدید عراق مثل نخست وزیر قبلی یعنی مالکی است. نمیشه مد نظر قرار نداد موضوع داعش رو. گنگ اف کیلرز، اونها یک باند باطل هستند تحت نام اسلام. من فقط یک ملا رو میشناسم که اون هم امروز اینجا حضور داره. یک فرد مذهبی روحانی مسلمان. من به دقت گوش فرا دادم به سخنان دردآوری که امروز ایراد شد، سخنان تاثیرگذاری که امروز ایراد شد. جنگ هیچ وقت راه حل نیست. راه حل نهایی وقتی که همه گزینه‌های دیگر رو آزمایش کردی. صادقانه بگم ما گاهی وارد جنگ شدیم در گذشته بدون موفقیت، جنگی که علیه بنیادگرایی انجام دادیم یا به اسلامگرایی تحت نام بنیادگرایی تحت نام اسلام موفق نبود.
Look, I was reading this book. نه کنید من این کتابو خوندم. You know کتاب book. بنیادگرایی اسلامی Because که شما اون رو میشناسید. It has been written by چون که نویسنده اون محدثین. آقای محمد محدثین هست. And it was in 93. و این در سال 1993 بود. نقش بنیادگرایی. All our efforts. به رغم همه تلاش‌های ما. This is still the same diagnosis. همچنان همون وضعیت، همون تحلیل وجود داره. Please. خواهش میکنم به نظر من شما پاسخ برای حل هستید، شما فعالان، شما مبارزان برای برابری بین زن و مرد و نه جنگ. خیلی ممنونم از شما. با تشکر فراوان از شما و خیلی ممنون که تونستید خیلی کوتاه این صحبت رو انجام بدید. متاسفانه ما زمان نداریم، به خاطر همین بایستی رعایت کنیم زمانبندی رو. سخنران ها تعدادشون خیلی زیاد هست و حالا آقای ترسی وزیر امور خارجه پیشین کشور ایتالیا. خیلی ممنونم از شما خانم رجبی، خیلی ممنونم به خاطر این گرد همایی زیبایی که برگزار کردید. خیلی خوبه که امروز بتونیم امروز پیش شما باشیم و خیلی ارزشمند هست. می‌خواستم اول از همه یادی بکنم از ساکنان لیبرتی، men and women و زنان و مردانی که همچنان در محاصره هستند و شبه نظامیانی که در توسط رژیم ایران هدایت میشن، اونها رو مورد تهدید قرار میدن. باید که اشرفی ها از حفاظت سازمان ملل آمریکا برخوردار بشن و باید الزاماتش فراهم بشه. جامعه بین المللی باید این کار رو انجام بده. اونها امضا کردن مسئولیت خودشون رو برای حفاظت از ساکنان لیبرتی، برای اینکه به حد اقل استانداردهای حفاظت برخوردار باشن، برای اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن با سلاح‌های فردی خودشون، اونهایی که سلاح‌هایی که قبلا خودشون در اختیار داشتند. اشرفی‌ها، روز جهانی زن در سال 2015 در لحظات حساسی در جوامع ما فرا رسید. قبلش هیچ موقع چنین تجاربی نداشتیم در دنیای مدرن. به همون میزان خطرناک، موضوع بنیادگرایی برای امنیت و ثبات جهان است. They make every effort in showing absolute disregard for even the most elementary notion of humanity. They terrorize the entire population with the most horrible torture, stoning, chopping limbs and hands, suppression of religious and political freedoms. A vast international coalition is presently engaged in a crucial battle against the Islamic State. But we can only win that battle if there is a final victory of freedom and democracy in Iran. An effective response to Sunni and Shia jihadism can only emerge from the Muslim world. Those who embrace a tolerant, pluralistic, democratic vision for the society must take the lead. That was a condition deeply rooted in Masoud Rajavi's political and moral همون ایده ای هست که مسعود رجوی به میان آورد. در سال 1983 سرکوب‌های شدید رژیم ایران به وقوع می‌رسد. مسعود رجوی با این کلام زیبا وضعیت را توصیف کرد و گفت که ما طبق اسلام This Islam recognizes the rights of other religions, opinions, and school of thoughts. And Madame Rajavi is admirably leading and sustaining the huge PMOI efforts to affirm religious freedom, separation of state and religion, gender equality in Iran, and in the whole Muslim world. The Islamic Fundamentalism is a common challenge for Western Muslim societies. And increased awareness should be raised on the need to stop both Sunni and Shia extremism who march to conquer, subjugate and terrorize entire population in Syria, Iraq and Yemen. The outstanding leadership expressed by Madame Rajavi
رهبری خانم مریم رجوی از یک طرف و محکومیت اقداماتی که در پاریس صورت گرفت اعمال تروریستی تحت نام پیامبر اسلام و امروز در چنین وضعیتی هست که روز جهانی زن رو گرامی می‌داریم. Should be addressed first and foremost. اول از همه دعاها و آرزوهای خودمون رو برای زنانی بکنیم که عضو سازمان مجاهدین هستند، اونهایی که شهید شدند و اونهایی که تحت محاصره هستند در کمپ لیبرتی و قبلا هم در اشرف به سر بردند. در روز جهانی زن ما باید دعا کنیم برای کسانی که مثل ندا آقا سلطان به نحو وحشیانه کشته شدند، نه فقط به خاطر تظاهرات علیه انتخابات قلابی و رژیم ایران، بلکه اونهایی که مثل ریحانه جباری از شرافت خودشون به عنوان یک زن دفاع کردند و به خاطر همین اعدام شدند. باید به طور خاص به این موضوعات امروز ادای احترام کنیم. بسیار مهمه که یاد اونهایی رو گرامی بداریم که کارزار جهانی برای حقوق زنان رو به پیش بردن. بگذارین من صحبت های یک نویسنده معروف ایتالیایی رو یادآوری بکنم که تعهدش رو همه بهش اشراف دادن، خانم اوریانا فالاچی، که گفت اوریانا فالاچی خیلی نگران شد از تحریفی که خمینی کرد از اسلام. هیچ فرصتی رو از دست نداد برای محکوم کردن افراطگرایی رژیم ایران و کلاماتش همچنان منعکس و با استاپ پیدا میکنه. ما باید موضع بگیریم. اوریانا فالاچی گفت ما باید موضع بگیریم. ضعف ما در غرب به این موضوع منجر میشه که sometimes truth stay on one side only. واقعیت فقط در یک طرف هست. Your principles, روزی که شما ارزش‌ها یا خودتون رو کنار بذارین از بین میرید. فرهنگتون از بین میره و تمدنتون از بین میره. اوریانا فالاچی و حرفایی که علیه خمینی زد همچنان باقی مونده به عنوان نمونه ای از روزنامه نگاری و بیان واقعیت. freedom of expression for Oriana Fallaci. این آزادی بیانی بود که اوریانا فالاچی استفاده کرد، بخشی از واقعیت بود. به خاطر این شخصیت آزاد دوران ما خیلی تشکر میکنم. سخنان شما به ما بسیار بسیار انگیزه داد، به ما این توانمندی که به ما دادید و این که ما در وضعیت قرار بگیریم که برای ارزش‌هایی که شما از اون دفاع میکنین اون ارزش‌ها رو مورد حمایت قرار بدیم. فردا روز جهانی زن هستش. 34 سال تمام از کنوانسیونی که سازمان ملل 34 سال پیش منعقد کرده میگذره، اما الان در ایران ما شاهد هستیم که به هیچ وجه این حق و حقوق رعایت نمیشه. ملاها میگن که این ضد مذهب هستش، این قوانین، این قوانین بین المللی، لذا خانم ها حق و حقوقی ندارن، ضد زن هستن. ارزش های ضد زن الان باعث حرکت ما شدن، ما رو به حرکت در آوردن و این در مقابل چشمان ما قرار گرفته که بایستی اینقدر مهم هستش که ما که مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و خانم رجوی همواره در مقابل این وضعیت ایستاده اید. شما مدل کاملا متضاد این وضعیت ایران هستید که یک دیکتاتوری در ایران علیه ایران، علیه زنان اعمال کرده، لذا ما بایستی از شما حمایت بکنیم در این زمین. خانم رجوی، شما دارید نمایندگی میکنید از جمله جدایی دین از مذهب رو، جدایی دین از دولت رو. شما میدونید که و تجربه کردین که میدونید که یک مولای حاکم چه حکمی میتونه علیه زنان صادر بکنه و چقدر میتونه ناحق این حکم رو صادر بکنه. دموکراتیش verfasstes Recht ausgeübt von unabhängigen Richtern.
این قوانین بایستی نه از طرف ملاها اعمال بشه بلکه از طرف یک نمایندهی که در رشته حقوق تحصیل کرده و سخنان شما امروز بسیار بسیار به ما انگیزه داد که در مقابل این سیستم بسیار بسیار خشن که میکشه و سرکوب میکنه که بایستی در مقابل این قیام کرد، حرکت کرد و من فکر میکنم که این یک سیگنال بسیار بسیار مهمی بوده به ما، به اتحادیه اروپا، به آمریکایی ها و به همه ما بایستی متحدن بایستی فعالیت بکنیم برای ساکنان کمپ لیبرتی، بلکه بایستی نشون بدیم که ما میخواییم به این انسانها در کمپ لیبرتی کمک بکنیم. از فرصتی که به من دادین تشکر میکنم. خانم رادیکووا نخست وزیر پیشین اسلوواکی سخنان بعدی هستند. Dear friends, دوستان گرامی، I'm here only to say من امروز فقط اینجا اومدم که چند جمله رو بیان بکنم. اول از همه اینجا هستم که به شما بگم دوست شما هستم و میخواهم از شما حمایت کنم و به خودمون کمک کنم. My grandmother مادر بزرگ من no human rights at all. اصلا حقوق بشر نداشت و هیچ حقی نداشت، هیچ حق سیاسی نداشت، هیچ حق مدنی نداشت، هیچی. She was subhuman. اون یک چیزی مادون انسان بود. During Second World War. و در جنگ جهانی تونست زنده بمونه، جنگ جهانی دوم. مادر من با رژیم های استبدادی روبرو بود و در اون دوران زندگی کرد. ولی من اولین نخست وزیر اسلوواکی، جمهوری دموکراتیک اسلوواکی بودم. My daughter دختر من is facing freedom, آزادی peace, داره democracy and human rights. و همچنین از دموکراسی و حقوق بشر سود میبره و من افتخار میکنم به این وضعیت. We are not giving the lives to our children. They are killed by fundamentalists. کودکان ما توسط بنیانگرایان giving the life to our children to be کشته میشن و به این خاطر اونها به دنیا نمیان که زندان بیفتند و به خاطر اقدامات دیکتاتورها کشته بشن. ما کودکانمون رو به دنیا نمیاریم که اونها به عنوان برده باهاشون برخورد بشه. اونها به دنیا میان برای اینکه کرامت انسانی داشته باشند و مثل هر انسانی از حقوق بشری برخوردار باشند. خانم رادیکووا یادآوری میکنم که اولین نخست وزیر زن از کشور اسلوواکی هست. مادام رجوی، thank you. خانم رجوی از شما تشکر میکنم. I am proud. من افتخار میکنم that I can say this sentence. که میتونم این جملات رو بیان کنم. اول از همه دوستان، we cannot ما نمیتونیم see the beauty of the world زیبایی های جهان رو از طریق اشک‌های در چشمانمون ببینیم. We are not و ما the shadows سایه insecure men-like past. We are نیستیم. The human beings and the future. انسان‌هایی هستیم که آینده امنیت و خوشبختی برای همه ما هستیم. باور کنید که ما چنین هستیم.
Guten Abend, meine Damen und Herren. شب بخیر خانم ها و آقایان. من امروز به برلین اومدم تا این روز رو با شما جشن بگیرم و با شما و به همراه شما علیه نقض حقوق بشر، علیه نقض حقوق زنان اعتراض بکنم. لذا خانم مریم رجبی عزیز، رئیس جمهور محترم، از شما بسیار متشکر هستم. امروز بسیار بسیار خوشبخت هستم که اینجا هستم و از فرصتی که در اختیار من گذاشتین تشکر میکنم. Thank you all very much. خیلی تشکر میکنم از همه شما. And it is very good that on a day in which we celebrate women that we are also able to welcome to the stage many men who join in the struggle for equality for women. And I would like to call up a group of very important men. They are Wolfgang Huber, who is the head of the Evangelical Church of Germany. از شخصیت‌های آلمانی که روی سن خواهند اومد. Would come forward. He was the security advisor of the German Chancellor Helmut Kohl. Horst Teltschik, and director of the Munich Security Conference. Joining him is Günther Verhoeven, who is former vice president for the European Commission. Also Richard Czarnecki, who is vice president Czarnecki, of the European Parliament. Also, Alejo Vidal Quadras, Dr. Alejo Vidal Quadras, of the European Parliament and president of the International Committee in Search of Justice. And finally, someone well known to this group, Strawn Stevenson, رئیس بنیاد اروپایی آزادی عراق. از رابطه بین مذهب و دولت صحبت کردیم، لذا ما موقعی که از بنیادگرایی صحبت میکنیم یقینا اخبار بسیار بسیار ناراحت کننده ای رو دریافت میکنیم در ایران، جایی که خانم ها به نام مذهب سرکوب میشن، زنان مقاومت ایران در یک کمپ نگهداری میشن، به گروگان گرفته شدن و همچنین در بسیاری از کشورهای دیگه که چنین وضعیتی حاکمه، وضعیتی که برمیگرده به بنیادگرایی مذهبی و تمام دولت‌هایی که در این رابطه میتونن رو بایستی ما فرا بخوانیم که بیان مقاومت انجام بدن در مقابل بنیادگرایی. در اروپا ما به همین وضعیت هستیم. ما بایستی فهم خودمون رو از پلورالیسم و از دموکراسی رو بایستی به مزنه ظهور بذاریم و بایستی اون رو جبهه باز بکنیم علیه بنیادگرایی، برای حقوق بشر و برای دموکراسی، به ویژه در ایران. برای شما توانمندی، برای شما پیروزی آرزو میکنم در مبارزتون و ما در کنار شما ایستاده. الان به سخنان آقای هورست تلچیک، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ توجه میکنیم. خانم رئیس جمهور گرامی، دوستان عزیز، سلام میکنم خدمت شما. برای من به واقع خوشحالی هستش، نهایت خوشحالی هستش که در مقابل شما سخنرانی بکنم. من بسیار بسیار خوشحال هستم از اینکه در کنار شما برای دموکراسی و برای آزادی در ایران مبارزه میکنید. من بسیار خوشنود هستم که برای تساوی زن و مرد فعالیت میکنم، برای جدایی دین از دولت فعالیت میکنم، همون جوری که رئیس جمهور شما خانم رجبی گفتن علیه خشونت و علیه سرکوب مبارزه میکنم. Und diese Ziele sind es wert. اهدافی که شما برای مبارزه میکنید بسیار ارزشمند هستند.
چرا که شما با این اهدافتون میتونین دوباره ارزش‌های واقعی اسلام رو دوباره برقرار بکنید و به اون یک شکل و یک قوام دیگه‌ای بدید. متاسفانه بنیادگرایی از اسلام داره سوء استفاده میکنه. در تمام دنیا ما داریم اینو میبینیم، اگر به صورت فناتیسم باشه و یا در ایران و یا مثل داعش، القاعده در سوریه، در یمن، در لیبی و یا بوکو حرام در نیجریه، تمامی اینها دست به قتل و کشتار انسانها میزنن، سرکوب زنان میزنن. بحث بر سر اسلام نیست، بحث بر سر واقعیت‌های مذهبی نیست، بلکه بحث بر سر قدرت هستش، گرفتن قدرت هستش. خانم ها آقایان، من فکر میکنم که ما بایستی متحدن علیه این وضعیت اقدام بکنیم و در علیه این وضعیت به واقعیتش یک آلترناتیو وجود داره. مقاومت ایران هستش، ساکنان کمپ لیبرتی هستند، خانم ها هستند، بیش از 1000 تا زن هست که در علیه این وضعیت دارن مبارزه میکنن. تمامی شمایی که اینجا هستین و خانم رجوی رئیس جمهور بسیار بسیار ارزشمند شما که در اینجا هستن، اینها سمبول های هستن که برای اونها شما دارید مبارزه می‌کنید. لذا خواسته من این از شما این هستش که به هیچ وجه کوتاه نیاین از خواستهاتون و ادامه بدید. الان به سخنان آقای گونتر فرهویگن توجه میکنیم. ایشون نایب رئیس پیشین کمیسیون اروپا بودند و یکی از افراد پرنفوذ سیاست در آلمان هستند. خانم رئیس جمهور گرامی، خانم رجوی، دوستان عزیز، چرا geht das was die mullahs in teheran anrichten nicht nur euch iranerinnen und iraner چرا مسائل و مشکلاتی که ملاها در ایران به وجود آوردن فقط به شما مربوط نمیشه، به ما مربوط میشه؟ چرا؟ سوال اینه که es geht مشکل alle etwas an به همه ما مربوط میشه. چرا اون کسایی که این مسائل رو در کشور خودشون آزادی رو سرکوب میکنن، حقوق مردم رو سرکوب میکنن، اینا به هیچ وجه نمیتونن به طرف بیرون خواهان دموکراسی، خواهان صلح باشن؟ das geht immer hand in hand und darum رسیدن به صلح یقینا بایستی در سیاست دست در دست باشه. بعضیا میگن که این مسائل ایران هستش، به ما مربوط نیستش و ما در اون دخالت نمیکنیم. ما بایستی در این مسائل دخالت بکنیم، به ما مربوط میشه این مسائل. پاسخ صحیح به این سوال که آیا ما میتونیم وضعیت رو تغییر بدیم اینه که پاسخ من بسیار راحته. ما باید یک دولت دیگه در ایران، یک رژیم دیگه در ایران و در تهران داشته باشیم. این پاسخ ساده است، نه اینکه تنها یک دولت یا یک رژیم دیگه. یقینا این نیستش، بلکه ما احتیاج داریم به یک دولت دموکراتیک در ایران، دولتی که کاری را انجام بده که برنامه خانم رجوی و تمام یارانشون در اون ثبت کردم و نشون دادم. دموکراتیشن ایران springen so sehr ins Auge, dass man sich fragt, warum nicht die ganze Welt begeistert dafür eintritt. سوال اینه که به واقع اگر ایران به دموکراسی برسه چه وضعیتی برای دنیا ایجاد خواهد شد؟ یک ایران دموکراتیک نشون خواهد داد که به هیچ وجه تضادی بین اسلام و یک جامعه دموکراتیک نخواهد بود. یک اسلام دموکراتیک دنیا و منطقه رو به ثبات میرسونه، یک گارانتی خواهد بود برای کشورهای همجوار. و نباید فراموش کرد که یک ایران دموکراتیک موتوری خواهد بود برای توسعه اقتصادی و حتی فراتر از مرزهای ایران. سوال اینه که ما به چه صورت میتونیم به این خواسته ها برسیم؟
آقای تلچیک در این رابطه گفتن که یکی از راه حل‌ها اینه که از خارج دخالت بشه. ایران بایستی از داخل این تحولات انجام بشه. ایرانیا بایستی خودشون مشکلاتشون و مسائلشون رو در دست بگیرن و حل بکنن. ما ولی نیازمند برنامه و شخصیت کاریسماتیک هستیم برای این و همچنین احتیاج دارید شما یقیناً به حمایت از ما. برنامه و شخصیت کاریسماتیک ما هستش، اینجا هستش. خانم رجوی، مجاهدین خلق، اینها به واقع یک آلترناتیو دموکراتیک هستند. ما بایستی از مقاومت ایران حمایت بکنیم، بایستی اون مورد حمایت خودمون قرار بدیم. خانم رجوی اینجا سخنان بسیار مهمی رو ارائه کردن. من آرزو میکنم که بسیار علاقمندم که خانم مرکل خانم رجوی رو با خانم رجوی دیداری داشته باشن و نه تنها به اینجا بسنده بشه، بلکه حتی در فراتر از این رابطه برقرار بشه. حتی رئیس جمهور ما که با نسبت به مسائل بنیادگرایی بسیار علاقمند هستش، همچنین آرزوی دارم که این اتفاق انجام بشه، این ملاقات انجام بشه. ما برای خانم رجوی آرزوی پیروزی میکنیم و در کنارشون هستیم و حمایتشون میکنیم. اون آقای ریچارد شارنسکی رو میشنویم، معاون پارلمان اروپا. خانم ها، آقایان، مدام پرزیدنت رجوی، خانم رئیس جمهور رجوی، دوستان گرامی از ایران، از آلمان و از کشورهای دیگر اروپا، من رئیس پارلمان اروپا هستم. کشورم لهستان است و کشور لهستان ملتی است که به ارزش ها بسیار پایبند است، به آزادی عشق می‌ورزد. اکنون کشور شما برای آزادی می جنگد. خیلی خوشبختم که در این گرد همایی شرکت می کنم در برلین برای حمایت از اپوزیسیون دموکراتیک ایران تحت رهبری خانم رجوی. در پارلمان اروپا و خانم رجوی و جنبش او بسیار دوست و سمپاتی دارند. خانم رجوی بسیار دفعات در پارلمان اروپا بودند، آمدند و از او سپاسگزاری می کنم. I can say that I can به عنوان یک سیاستمدار لهستانی باید بگم که من همدردی می کنم با رنج مردم ایران و همچنین رزمندگان سازمان مجاهدین خلق ایران. خانم رجوی و این جنبش باید از دولت ما مورد حمایت قرار بگیرد و همه کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان بهترین شانس و فرصت برای مقابله با بنیادگرای اسلامی و رژیم ایران. رژیم ایران هزاران تن رو در ایران اعدام کرده است. اکنون از بشار اسد در سوریه حمایت میکنه و همچنین راه داعش رو باز کرده. لذا رژیم ایران بخشی از مشکل است و نه راه حل. تهران منشأ اصلی بنیادگرای اسلامی بوده و بهترین فرصت برای ما حمایت از این اپوزیسیون است. البته اپوزیسیون ایران هدف تبلیغات سو و حریمانسازی رژیم ملاها بوده و هر بار که خانم رجوی به پارلمان اروپا می آید ماموران رژیم ایران فعال می شوند. یقیناً مردم ایران نیز روزی
به آزادی خود دست خواهند یافت. Could then say very proudly that in the hard times of dictatorship we supported the resistance. ما بعد به خاطر داشته باشیم که در سیاه‌ترین دوران دیکتاتوری در ایران ما از مردم ایران حمایت کردیم علیه دیکتاتوری ایران که پدرخوانده بنیادگرایی و تروریسم است. دوستان گرامی، خانم رئیس جمهور، یک فرصت و فرصندی زیادی است که بتونم در این کنفرانس در برلین شرکت بکنم تا بار دیگر همبستگی خودمون رو با جنبش اپوزیسیون دموکراتیک مردم ایران حمایت بکنیم، جنبشی تحت رهبری مریم رجبی. من خوشبختم که به این مناسبت با حمایت و همبستگی دوستان و همکاران آلمانیمون این برنامه برگزار شده. آلمان یکی از ستون‌های اتحادی اروپا و جنبش برای آزادی و دموکراسی در جهان است. To a large group اکنون, of Spanish women here in the front row. خوش آمد بگم به گروه کثیری از بانوان اسپانیایی که امروز در میان ما هستند. شخصیت‌های برجسته و اعضای پارلمان اسپانیا و خیلی خوشحالم که اونها رو امروز در میان ما داریم و کسانی که خودشونو وقت حقوق بشر کردن. After 15 years بعد از 15 سال در پارلمان اروپا به عنوان رئیس پارلمان اروپا اکنون فعالیت‌های خودم رو دنبال می‌کنم برای یک ایران آزاد به عنوان رئیس یک سازمان غیر دولتی In search of justice, بروکسل به نام در جستجوی عدالت که در 2008 تأسیس شد توسط هزاران تن از پارلمانترها در اقصا نقاط جهان و به عنوان رئیس این سازمان می‌خواهم یک پیام بسیار روشن به شما بدم. ما در این سازمان مخالف هر گونه سیاست استمالت با رژیم ایران هستیم، زیرا معتقدیم که اونها رو وقیح‌تر و جدی‌تر در سیاست‌هاشون می‌کنیم. معتقدیم که بیش از حد زمان و امتیاز داریم دادیم و هیچ تضمینی وجود نداره که این رژیم تبدیل به یک تهدید برای جامعه بین‌المللی نشه. در این شرایط سایت هسته‌ای لویزان 3 که اخیراً توسط شورای ملی مقاومت ایران افشا شد باید هر چه زودتر مورد بازدید قرار بگیره قبل از اینکه مولاها اون رو پاکسازی بکنن. میخواهم در پایان سخنانم حمایت کامل خودم رو از ساکنان کمپ لیبرتی ابراز بدارم، به طور خاص امروز برای زنان در کمپ لیبرتی که شجاعانه و به عنوان نمونه استقامت کردن با دشواری های این کمپ. ما هیچ وقت اونها رو تنها نخواهیم گذاشت.